دست قشر دانشجو، یعنی مثلا بنیانگذار مجاهدین خودشون فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف ایران بودن و اعضای اولیه مجاهدین هم اساسا از میان دانشجوها به اعتبار اینکه اخشار آگاه بودن عضوگیری شدن، داشت وجود آگاهی بود و سوابق بگیم دانشگاه و جنبش دانشجویی که در ایران از 1320 به بعد و سالهای بعد مخصوصا توی جنبش ملی محل به اصطلاح بگیم نشر آگاهی دانشگاه ها بود دیگه و افراد و عناصر مبارز اساسا تو دانشگاه ها بودن، یا بهتر بگیم که اینا همیشه نقش پیشتاز داشتن. شهدایشون رو دارم خب مشخصه، نقش پیشتاز هم که میگیم یعنی اینها موتور حرکت بودن. احمد انتظاری اکنون یکی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از مجاهدان شهر اشرف است. او در اوایل دهه 50 دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه مشهد بود و در فاصله سالهای 55 تا 57 نیز زندانی سیاسی بوده است. احمد انتظاری درباره سالهای دانشجوی خود و آغاز فعالیت‌های سیاسیش چنین می‌گوید: یادم یکی از دوستان کتاب زندگی و مرگ قهرمان پاتریس لومبا رو به من داد که فکر میکنم مثلا سال 50 مثلا یا 51 اینجورا دقیقا حالا همین حروف. من این کتاب رو که گرفتم تا قبل استم به واقع زیاد تو مسئله سیاسی هم نبودم، زیاد آشنام نبودم، زندگی رو میکردم یا مثلا درس میخونیم یا هر چیز دیگه. این کتاب رو که گرفتم حالا اصلا دقیقا یادم نیست چی شد که این کتاب رو باز کردم، حالا همون لحظه که گرفتم شروع کردم بخوندن فکر کنم چند ساعت، 4-5 ساعت طول کشید. وقتی که مثلا زور بود یادم این گفتم بستمش دیگه عصر بود، مثلا چی متوجه نمیدونم، فقط این کتاب رو تا آخر خیلی مثلا جذب این کتاب شدم و واقعا هم از اون موقع همیشه دنبالی بودم که چه جوری میشه مثلا تاثیر گذاشت، چه جوری میشه برای مردم خلاصه یک کاری کرد. تو دانشگاه که رفتم مثلا وارد دانشگاه شدم یادم مثلا چند روز گذشته بود رفتیم با سراغ انجمن کتاب دانشگاه، حالا دقیقا یادم چون زیاد از موقع میگذره مثلا دانشگاه علوم بود چون ما خودم رشتم فیزیک